حالا من یه قصیده گفتم که چند بیتشو براتون میخونم که من سکوتها رو میدونم چیه، اون حرفا که نزدن و اون رمز و رازها رو میدونم. البته تو شعر ادعا کردن اشکال نداره، ادعای باطل همه میکنن، یعنی رجزخانی بهش میگن که من چنینم و چنانم، گفتن در یه جا جایزه و اونم شعره. حالا اونجا که جایزه ما میتونیم جولانی بدیم. گفتم که من سکوت اختران آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست، من سکوت دختر محجوب پر احساس را در حضور مرد محبوب جوان دانم که چیست، من سکوتی را که تنها با نوای ساز و چنگ در میان انجمن گردد بیان دانم که چیست، هم سکوت جنگل خاموش را پیش از بهار، هم سکوت مرگبار مردگان دانم که چیست. مردم میگن چرا مرده حرف نمیزنن؟ چه حرفی بزنن؟ تجربه اینقدر عمیقه که مثلا نمیشه گفت، نمیشه گفت. شما خودتون یه تجربه یه خورده عمیق بشه، تجربه عبور از این عالم به یه عالم دیگری مگه میتونه بگه تو خوابم ببینی یه لبخندی بهت میزنه؟ نمیگه. چی ممکنه رمزی مثلا یه گوشه چیزی بگه، خرس خورده ای بهت بگه، بگن مرده چی میتونه بگه؟ هم سکوت مرگبار مردگان دانم که چیست، داستان ماه را در بدر و تربیع و هلال، ماجرای شمس را با اختران دانم که چیست، اعتراضات ملائک آنچه گفتند آشکار و آنچه را کردند در خاطر نهان دانم که چیست. چون فرشته‌ها چیزی رو گفتن چیزی رو نگفتن، اونا که نگفتن چی بود؟ که گفتن که این اتج الوفیه ها من یفسد و فیه ها و یسفک و دما، اینو گفتن. ولی خداوند بعد فرمود که انی اعلم ما کنتم تبدون و ما کنتم تکتمون. اونی که نگفتن فرشته ها چی بود؟ من اعتراضات ملائک آنچه گفتند آشکار و آنچه را کردند در خاطر نهان دانم که چیست، آنچه حق آموخت آدم راز اسماء جمال و آنچه آدم گفت بر افرشتگان دانم که چیست، سر آن خاک مبارک پی که در طوفان نوح شد رهایی بخش نوح و نوحیان دانم که چیست، آنچه آتش را گلستان کرد بر جان خلیل و آنچه گلشن را کند آتش پشان دانم که چیست، یونس اندر بطن ماهی با خدا دانم چه گفت، رمز آن زندان بینام و نشان دانم که چیست، آنچه موسی از جبل بشنید و بیهوش افتاد، حالا من ملخصش میکنم، آنچه عیسای مجرد با حواریون نگفت، یه چیزایی در بلندای کوه گفت یه چیزایی هم نگفت، آنچه عیسای مجرد با حواریون نگفت و آنچه برد او را بر اوج آسمان دانم که چیست، عطسه آدم که روح القدس در مریم دمید، چون میگن روح القدس یه روزی حضرت آدم عطسه کرد، این عطسه رو قاپید گذاشت توی جعبه نگرش داشت و یه جای مصرف میشه، و اون موقعی که آمد پیش عیسی اون عطسه رو دمید در مریم، و این داستانیست که رمزی داره. عطسه آدم که روح القدس در مریم دمید و قصه هاتف، قصه نرگس که شد مخمور چشم مستخیش، نرگس میدونی یه دختری بود که این عاشقی جوانی شد به نام نارسیسوس، ببخشید نارسیسوس یه جوانی بود که نرگس بعدن تبدیل شد به نرگس، و یه دختری به نام هاتف عاشق این بود، و بعد وقتی که به عشق این پاسخ نداد نفرین کرد که گفت تو امیدوارم به یک عاشق کسی بشی که بهش نرسی، و این نارسیسوس عاشق خودش شد در آب، عکس خودشو در آب دید و عاشق خودش شد، ولی نمیتونست به خودش برسه، هرچی میومد دست بزنه به آب که خودشو بگیره آب متمعوج میشد و پریشان، تا اینکه بالاخره در فراق خودش مرد، و بعد خواستن دفنش بکنن، گفتن حوریان گفتن اینو دفنش نکنید، اینو تبدیلش کنید به یه گلی که همیشه کنار آب باشه، گل نرگس رو تولید کرد. قصه نرگس که شد مخمور چشم مستخیش، قصه هاتف ز عشق آن جوان دانم که چیست، گفت محی الدین که حیوان شو اگر خواهی کمال، می نگویم هیچ و حشر مردمان دانم که چیست. محی الدین گفته اگر بخوای انسان کاملی شو باید حیوان الکامل بشه اول، و حیوان الکامل یکی از مقاماتش اینه که
معروفه که حیوانات حشر و برزخ انسان‌ها رو می‌بینن ولی هیچ حرف نمی‌زنن. و اگر انسان برسه به این مقام، اینوش میگن حیوان الکامل، که ببینه گفت یک به یک من میشناسم خلق را، همچه گندم همچه جو در آسیا. این زمان ظاهر شدم بر این گروه یوم تبیض و تسبد و وجوه، همه الان من دارم میبینم. اگر کسی به این مقام رسید ولی هیچ حرف نزد، اینو بهش میگن اصطلاحاً عرفان بهش میگن حیوان کامل. گفت محی الدین که حیوان شو اگر خواهی کمال، می نگویم هیچو حشر مردمان دانم که چیست. آنچه سوسن صبح دم بشنید از مرغ سحر، که خموش آمد عجب با صد زبان، دانم که چیست. آنچه را آموخت حافظ از خط زیبای یار، وانچه گفت از جوهر لعل بتان، دانم که چیست. هفت خطم، هفت خط به کسانی میگفتن که هم هفت تا خط می نوشتن، هم یه جامهایی بوده که مدرج بوده، اونایی که شراب ساقی می شناخته که این آقا تا اینجا بیشتر نباید بخوره، اون یکی تا درجه دو درجه سه، اونی که تا خط هفتم برش می ریختن هفت خط بهش می گفتن، بودن آقا هفت خط. ضمناً کسانی که هفت تا خط رو می نوشتن، اونم گاهی اوقات اصطلاحاً بهش می گفتن هفت خط. ما یه دوست روحانی داشتیم، خدا رحمتش کنه، از خطاطان همین اصفهان بود، میشناسین همه، استاد فضائلی. ما در یه فرودگاه نشسته بودیم در خدمت ایشون رو صحبت میکردیم، بعد یه آقایی به استخفاف در ایشون نظر میکرد که تعجب میکرد که ما چه صحبتی داریم با ایشون داریم میکنیم اینا. من گفتم آقا رو دست کم نگیری، ایشون هفت خطه، برای اینکه هفت خط رو واقعا خوب مینوشت به شوخی. حالا گفتم اینجا که هفت خطم، گرچه خطی می نخوانم غیر عشق، خط زیبا بر جمال شاهدان، دانم که چیست. گرچه طفلم در طریق عشق و ابجد خان علم، مبدا و پایان کار عارفان، دانم که چیست. طفل عشقا دعوی باطل مکن، خاموش باش، من سکوت طفل عشق بی زبان، دانم که چیست.